نگفته های زندگی پیمان معادی که این روزها با افعی تهران حسابی سر و صدا کرده. با ما همراه باشید. پیمان معادی بازیگر دو طبیعتی ایرانی آمریکایی سینمای ایران که به جای پاسپورت خارجی برای پاسپورت ایرانی اقدام کرده. کسی که با بازی در فیلم هایی که تقریبا 90%شون صحنه دارن و جزء ممیزی های سینمای ایران محسوب میشن، همچنان در دنیای بازیگری و نویسندگی و کارگردانی در ایران نقش داره. از نقش مواد فروش و معتاد گرفته تا زندانی سیاسی، حتی همجنسگرایی. اما داستان زندگی و راز موفقیت این بازیگر چی و چطور شده که سر از هالیوود درآورده؟ پیمان معادی متولد 9 تیر 1349 در آمریکا. ایشون یک برادر به نام ارسطو و یک خواهر به نام پریسا دارند. پدر پیمان معادی، آقای حسن معادی، که در رشته وکالت فعالیت می‌کرد، برای گرفتن دکترای حقوق از دانشگاه کلمبیا همراه همسر ایرانیش به آمریکا مهاجرت کرده. ایشون در نیویورک مشغول کار و تحصیل شدند تا اینکه پدر خانواده درسش تموم میشه و در سال 55 وقتی که پیمان فقط 6 سالش بوده تصمیم میگیره که به ایران برگرده. به این ترتیب پیمان برای اولین بار وارد خاک وطنش میشه و تحصیلاتش از کلاس اول در ایران شروع میکنه. در نهایت هم در رشته مهندسی متولوژی در مقطع کارشناسی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه. اون در سال 79 فعالیتش رو در سینما به عنوان فیلمنامه نویس با نوشتن فیلمنامه پربیننده آواز قو شروع میکنه. تا چند سال به نوشتن فیلمنامه مثل آتش، کافه ستاره و کما مشغول بوده. او همچنان که مینوشت با آقای اصغر فرهادی آشنا میشه. و این آشنایی که اول برای نوشتن فیلمنامه بود، با پیشنهاد بازیگری از سمت آقای فرهادی، پیمان معادی وارد دنیای بازیگری میشه. اون هم با فیلم درباره الی سال 87 به عنوان بازیگر در اون فیلم ظاهر میشه و جوری توانایی خودش رو در این فیلم ثابت میکنه که نه تنها در ایران بلکه در سینمای هالیوود هم صاحب نام میشه. توی سال 2014 در سریالی به نام آن شب محصول شبکه HBO نقشش شخصیتی به نام سلیم خان رو بازی میکنه که پخشش از سال 2016 شروع میشه. برف روی کاخ‌ها اولین فعالیت پیمان معادی در صحنه کارگردانی بود که در 30مین جشنواره فیلم فجر برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد. بعد از اون فیلم پربیننده بمب عاشقانه که دومین ساخته اون بود که بسیار هم پربیننده و پرطرفدار شد و جوایز زیادی رو در جشنواره‌های داخلی و خارجی در بخش‌های بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین فیلم از نگاه تماشاگران دریافت کرد. توی سال 2014 پیمان معادی به عنوان بازیگر نقش اول توی فیلم کمپ ایکس‌ری به عنوان نقش زندان سیاسی مسلمان به اسم علی پرداخت. کمپ ایکس‌ری در جشنواره فیلم ساندنس رونمایی شد و بازی پیمان معادی بسیار مورد توجه منتقدان و تماشاگران قرار گرفت. در سال 95 در فیلم اول یک روز بازی کرد که بسیار مورد توجه مردم و منتقدان سینما ایران قرار گرفت و نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد در 34مین جشنواره فیلم فجر و صاحب تندیس بهترین نقش اول مرد در جشن خانه سینما شد. توی سال 97 با بازی در فیلم مسی 6.5 ساخته سعید روستایی برنده تندیس بهترین بازیگر مرد در جشنواره حافظ شد. اما داستان همجنسگرایی پیمان معادی که در فضای مجازی سر و صدا زیادی کرده برمیگرده به آخرین فیلم سینمایی ایشون که یک فیلم سوئدی محصول سال 2023 به نویسندگی و کارگردانی میلاد عالمی که توی این فیلم پیمان معادی در نقش یک کشتیگیر حاضر شده به اسم ایمان که ایرانیه و چون یکی از همتیمیهاش از سر دشمنی با اون رو به عنوان همجنسگرا لو داده و این موضوع در ایران حکم اعدام داره، اون کاملا به همراه خانوادهش به سوئد مهاجرت کرد تا با تلاش به عضویت تیم ملی کشور سوئد در بیاد و اونجا پناهنده بشه که این فیلم هم به عنوان نامزد سوئدی دریافت جایزه بهترین فیلم بلند بین المللی در جوایز اسکار شناخته شده. اما مسئله‌ای که پیمان معادی رو به دنیای هالیوودی کشونده فیلم جدایی نادر از سیمین بود که در لیست 250 فیلم برتر IMTV قرار داره. این فیلم برنده جایزه اسکار گلدن گلوب 2012 شد و جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد از جشنواره بین‌المللی فیلم برلین رو برای معادی برمقان آورد. این فیلم اولین فیلم ایرانی بود که توی سال 2011 جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی رو کسب کنه. معادی با بازی توی این فیلم در لیست بهترین بازیگر جوان سینمای ایران و هالیوود قرار گرفت.
که این شهرتش باعث جلب توجه کارگردان و معتقدان خارجی هم شد که زمینه ساز پیشنهادات زیادی برای بازیگری و شروع کارش در دنیای خارج از ایران هم شد. ایشون گفتن این شانس من بود، همه جا که ما دعوت می شدیم از بازی من تعریف می کردن که به نظر می رسید این نوع بازی برای خارجی ها هم خیلی جذابه. این فیلم برای من یه نمونه کار شد چون آشنایی با زبان انگلیسی و امکان رفت آمد هم داشتم و برام قرارهای مصاحبه می زاشتن که مثل شرایط استخدام کردن یک کارمند عالی رتبه بود. انتخاب بازیگر در آمریکا بسیار سخته، 3-4 مرحله رده‌بندی های مختلفی داره. باید آزمون های زیادی رو پشت سر بذارم تا اونها مطمئن بشن که حضور شما به عنوان بازیگر اتفاقی و علکی نبوده و با سینما آشنایی داری و اونو واقعا میشناسی. شما باید عاشق سینما باشی و باید بدونی که میخوای تو گروه فوق حرفه‌ای هالیوودی کار کنی. خوشبختانه من از همه این آزمون ها موفق و سربلند بیرون اومدم که از اون زمان بود که پیشنهادات زیادی به من میشه که تا همین امروز هم ادامه داره. اما سوالی که ذهن خیلی از برانش رو درگیر کرده اینه که چجوری میشه فیلم هایی بازی کنی با صحنه های جنسی زیاد که کاملا مخالف قوانین ایرانه اما مشکلی براش ایجاد نشه و بتونی همزمان در ایران هم ایفای نقش کنی و مجوز فعالیت داشته باشی. علتش اینه که پیمان معادی از اول اعلام کرد توی فیلم های ضد اخلاقی، ضد دین و ضد مذهب، ضد ایرانی بازی نمی کنه. اونها هم انقدر حرفه‌ای هستن که دیگه هیچ فیلم نامه و آثار این مدلی رو براش نمی فرستن. آخر هم این که صحنه های جنسی مخالف ارزش های حکومت ایرانی مستقیما در بازی پیمان معادی نیست و با توجه به تابعیت اصلیش که مال آمریکاست و شرایطی که برای بازی در این فیلم ها اعلام کرد برای ادامه فعالیتش در ایران هیچ مشکلی پیش نیومده. اخیراً هم که این آقای بازیگر سریال حرفه‌ای افعی تهران که خودش در مقام نویسنده بازیگر شخصیت اصلی مهم در اون قرار داره در کنار بازیگرانی از جمله سحر دولتشاهی، میلا زارعی و آزاده صمدی سر و صدای زیادی کرده. ایده شخصیت اصلی این سریال از مسعود فراستی منتقد سخیر سینمای ایران الهام گرفته شده. پیمان معادی به عنوان کارگردان و بازیگر موفق گفته خودش چون از دنیای نویسندگی وارد سینما شده دغدغه و غصه درام رو داره. کشور دستمزد اصلا براش مهم نیست. از نظرش پروژه‌ای استانداردهای ذهنیشو نداشته باشه، نتونه خودش رو در اون نقش تصور کنه یا نتونه چیزی رو از ذهن خودش به اون اضافه کنه، ترجیح میده که بیکار بمونه و اون نقش رو بازی نکنه. لعصیش اینه که سینما براش اهمیتی نداره چون منبع درآمد دیگه ای داره. منبع درآمد اصلیش یک گالری ساعت در شهرک غرب تهران داره که سالها درآمد اصلیش از این راهه و سینما رو به عنوان شغل دوم و علاقه شخصیش دنبال میکنه. پیمان معادی در سال 87 با فرانک قمانلو ازدواج کرد که حاصل این ازدواج فرزندی به نام باران و یاران میباشد. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. حتما نظراتتون را برامون کامنت کنید و ممنونم از شما بابت لایک و سابسکرایب کردن کانال.